به نام خداوند بخشنده و مهربان با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. بشیر احمد قاسانی: چرا مستور بهانه معرفی نشدن کابینه می شود؟ منابع می گویند که رئیس جمهور غنی با حضور مصطفی مستور در وزارت دولت در امور صلح مخالف است و به همین منظور از معرفی سایر نامزد وزیران دکتر عبدالله عبدالله خودداری می کند. منابع تایید دارند که رئیس جمهور گفته است که آقای مستور در تیم اقتصادی حکومت حضور داشته باشد. بر بنیاد اطلاعات آقای مصطفی، بیشتر مسئولیت پیشبرد کارهای تکنیکی و بین‌المللی دکتر عبدالله را در 5 سال گذشته انجام داده و در واقع شخص مستور قدرتمندتر از عبدالله است. جنای ارگ ریاست جمهوری می خواهد که مانع حضور مصطفی مستور در معادلات سیاسی شود و با یک تیر دو فاخته شکار می کند. هم عبدالله در افکار عامه خرد می سازد و هم می خواهند از حضور مصطفی مستور در قدرت جلوگیری کنند. تصمیم کابینه برای کاهش 50% مصارف محافظت از رجال برجسته. کابینه حکومت فیصله کرده که از این تأمین امنیت و مصارف رجال برجسته که بیش از 4 میلیارد افغانی می شود تا 50% کاهش یابد. ریاست جمهوری در خبرنامه گفته است که نشست روز دوشنبه کابینه نهادهای مربوط را موظف کرده که در کنار کاهش هزینه های رجال برجسته، سند تنقینی توزیع مدرهای زیری را نیز بازرسی کنند. این در حال است که چند روز پیش امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در پاسخ به انتقادها از هزینه های میلیونی جرگه بزرگ مشورتی صلح، از هزینه 4.2 میلیارد افغانی تنها برای نگهبانی از رجال برجسته پرده برداشت. او با خواندن این ارقام در صفحه فیسبوک خود نگاشته بود که دولت سالانه 4.2 میلیارد افغانی را برای محافظت و تامین امنیت رجال برجسته هزینه می کند که برخی از آنها نصف عمرشان در تضعیف نظام میگذرد. انتقادها از اختصاص 330 میلیون افغانی برای برگزاری جرگه مشورتی سال، معاون نخست ریاست جمهوری را به ارائه این ارقام واداشت. گروه بحران: موضوع طالبان درباره حقوق زنان و نظام آینده مبهم است. در آستانه آغاز مذاکرات بین الافغانی سال، گروه طالبان بحران در گزارش گفته است که موضوعگیری طالبان در برابر برخی از موضوعات از جمله حقوق زنان و نظام آینده مبهم است. در این گزارش به تازگی نشر شده آمده است که طالبان باید یک دیدگاه سیاسی منسجم را برایشان تعریف کنند. در گزارش گروه بین‌المللی بحران همچنین تاکید شده که طالبان باید در مذاکرات روشن کنند که چگونه از حقوق زنان و اقلیت‌ها محافظت شود و چه تغییرات در ساختار نیروهای امنیتی ایجاد شود و همچنین جنگیان این گروه چه نقشی در ساختار امنیتی داشته باشند. گروه طالبان بحران در این گزارش آورده است که موضوع طالبان در رابطه به حقوق زنان و اقلیت‌ها مبهم است و در این زمینه بیشتر مطابق عرف‌های محلی و باورهای فرماندهانشان عمل می‌کنند. در این زمینه فعالان حقوق زنانی نگرانی دارند و بر حفظ دستاوردهای دهه اخیر تاکید می‌کنند. در گزارش گروه بحران آمده است که آرمان طالبان در مورد آزادی کشور از حضور نیروهای نظامی خارجی و باز تأسیس آنچه که آنها حکومت مشروع اسلامی می دانند وسیع است. گزارش ها حاکی از آن است که با وصف آن که نمایندگان طالبان به جامعه جهانی اطمینان دادند که این گروه در پی ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان است، برخی از اعضای طالبان ادعا دارند که برای احیای امارات اسلامی شبه دهه 1990 می جنگند که نشانه عدم اجماع بر اهداف آن گروه می باشد. قرار است در آینده نزدیک مذاکرات بین‌المللی میان حکومت و طالبان آغاز شود. هیئت گفتگو کننده دولت در این مذاکرات بعد از ظهر دیروز، یعنی سه‌شنبه، با رئیس جمهور دیدار کرد. رئیس جمهور در این دیدار گفته است که پس از آنکه فرمان عفو 400 زندانی طالبان به امضا رسید، توقع مردم این است که برای آغاز مذاکرات گروه طالبان با دولت افغانستان هیچ مانعی و بهانه‌ای وجود نداشته باشد و مذاکرات باید به زودترین فرصت آغاز شود. آقای غنی افزوده که لوی جرگه مشورتی صلح خط مشقی صلح دولت افغانستان را تعیین کرده و ما به تحقق آن متحد هستیم. و گفته او قوت سیاسی افغانستان را هم در لوی جرگه صلح مشاهده کردند و
و جهان با یک دیدگاه و قوی حامی آیت گفتگو کننده صلح است. امارات در افغانستان برق خورشیدی تولید می کند. شرکت ملی برق اعلام کرد که افغانستان با شرکت اماراتی تفاهم نامه سرمایه گذاری برای تولید برق خورشیدی امضا کرده است. طبق اعلام شرکت ملی برق و برشنا که شب گذشته سه‌شنبه منتشر شد، این تفاهم نامه میان محمد زهری رئیس کمپانی اماری ال اس و عطاولا نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و رئیس برشنا به امضا رسیده است. طبق این تفاهم نامه کمپانی مذکور برای تولید نزدیک به 3000 مگاوات برق خورشیدی در افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد. در حال حاضر بخش بزرگ برق مورد نیاز کشور وارداتی است. اخیرا تاجیکستان واردات برق به افغانستان را کاهش داد که منجر به کاهش برق در کابل و شمار از ولایات شده است. از جنگ بی قهرمان تا صلح بی آرمان. اشرف غنی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در ارگ ریاست جمهوری با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که قرار است تا چند روز دیگر مذاکره با طالبان را آغاز کند دیدار کرد. خبرگزاری افاق. رئیس جمهور در این دیدار گفت که پس از آنکه فرمان عفو 400 زندانی طالبان را امضا شد، توقع مردم این است که برای آغاز مذاکرات گروه طالبان با دولت هیچ مانعی و بهانه‌ای وجود نداشته باشد و مذاکرات باید زود به زودترین فرصت آغاز شود. او همچنین گفت که ما به صلح متحد هستیم و هدف این است که جنگجویان به گونه اساسی به پایان برسد. و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان در مورد صلح پایدار و با عزت که خواست مردم افغانستان است مذاکره کنند. آقای غنی افزود که لوی جرگه خط مشقی صلح دولت افغانستان تعیین کرده و ما به تحقق آن متحد هستیم. با گفته او قدرت سیاسی افغانستان را همه در لوی جرگه صلح مشاهده کردن و جهان با یک دیدگاه قوی حامی آیت گفتگو کننده صلح است. رئیس جمهور غنی همچنان شعار می دهد، توجیه می کند و تلاش دارد تا سجس های ملی گرایانه و قهرمانیانه را بگیرد. این در حال است که او با امضای حکم آزادی 400 زندانی خطرناک طالبان، رهایی 5000 زندانی گروه طالبان را تکمیل کرد و به همین ترتیب سوگند اولوی خود را سریعا زیر پا گذاشت که پس از امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان در قطر، یکی از مفاد اصلی آن آزاد زندانی طالبان بود. گفته بود تصمیم گیری درباره صلاحیت های دولت و مردم افغانستان است و امریکا و هیچ قدرت خارجی دیگر چنین حق برخورد ندارد. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و دنبال نمایید.